یکی از اصلی ترین تهدیدهای جامعه و کشور ایران رشد منفی جمعیت این کشور است این رشد منفی به گونه ای است که کارشناسان پیش بینی کرده در صورت تداوم این رشد منفی ایران تا 20 سال دیگر به یک کشور کاملا پیر و ضعیف تبدیل خواهد شد همکارم علی اکبری گزارش می دهد سیاست های غلط دو دهه قبل که توسط مقام های ارشد ایران در زمینه رشد جمعیت وضع شد و در دستور کار قرار گرفت بلایی سر این کشور آورده که ایران را به سرعت به سمت لبه پردگاه سقوط حرکت داده و بیش از ده سال است که به رغم تلاش های زیاد مسئولان این کشور موفق نشدند جلوی این حرکت به سمت پرتگاه را بگیرند. این سیاست گذاری های نادرست موجب شده که رشد منفی جمعیت در ایران از مثبت به صفر حرکت کند و در نهایت طی چند سال اخیر هم به رشد منفی رسید و همین امر هم موجب شده که کارشناسان پیش بینی کنند که ایران تا 20 سال دیگر به کشور کاملا پیر و ناتوان تبدیل می شود زیرا در حال حاضر بیش از 50 درصد جمعیت این کشور بین 20 تا 40 سال هستند که در 20 سال آینده همه آنها بین 40 تا 60 سال خواهند بود و این به معنی آن است که با کشوری کاملا پیر مواجه خواهیم بود ناگفته نماند افزایش عوامل مرگ و میر مانند انتشار ویروس کرونا در دو سال اخیر هم بر سرعت گرفتن رشد منفی جمعیت در ایران افزوده است البته حدود 13 سال پیش مقام های ارشد ایران به فکر تهیه طرح جمعیت و تعالی خانواده در این کشور افتادند تا شاید بتوانند جلوی حرکت این کشور به سمت پرتگاه را بگیرند اما پیچ و خم های اداری و دیگر مشکلات سیاسی موجود در ایران باعث شد که تصویب این طرح بیش از دوازده سال به تأخیر بیفتد و در نهایت روز گذشته به تصویب مجلس ایران برسد البته این تصویب هم مشروط بوده و هنوز نهایی نشده است هرچند تلاش شده با تصویب این طرح رشد منفی ایران را به سمت مثبت حرکت داد اما کارشناسان معتقدند با وجود مشکلات فراوان اقتصادی در ایران بعید به نظر میرسد این طرح تأثیر به سزایی در مثبت شدن رشد جمعیت این کشور داشته باشد.